شعار امسال شعار جهان توانا و جهان برابر هست و به خاطر همین از همه مردم خواسته که برای برابری جنسیتی تلاش بکنن. ما هم یه بخشی از این تلاش رو امشب میخوایم اینجا در رابطه با مسئله تجربه زیسته که خانم‌های مناطق حاشیه نشین دارن اینجا بتونیم الگوهایی از اونها رو بگیم، فقری که حاکمه در مناطق حاشیه نشین بر اونها دست بذاریم. و متاسفانه اینطوری میتونم بگم که در پی دهه‌های اخیر که گسترش شهرنشینی به شکل لجام گسیخته و افسار گریخته بوده، باعث شده که مناطق حاشیه نشین بسیار زیاد بشن و بدترین شکلی که از توسعه میتونه توی گسترش شهر را اتفاق بیفته، افسارش حاشیه نشینی و سکونت‌های غیر رسمی هستش. حتی طبق آمارایی که رسما خود مسئولین اعلام میکنن، بیش از 20 میلیون نفر در مناطق حاشیه نشین زندگی میکنن که عمده دلیل و نقطه اشتراک کسانی که توی این منطقه زندگی میکنن واقعیت اینه که فقره. این فقر میتونه فقر چندبعدی باشه با توجه به اینکه رفته رفته اقشار متوسط متاسفانه تعدادشون روز به روز کاسته میشه و کاهش پیدا میکنن، اینها همه به اقشار فرودست اضافه میشن و در واقع میتونیم بگیم که به مناطق حاشیه‌نشین رانده میشن، چیزی نیست که خود خواسته بتونن در این مناطق سکونت داشته باشن. مناطق حاشیه‌نشین هم با خودشون تبعات خودشون رو دارن، خشونت‌های خانگی، انواع اقسام آسیب‌های اجتماعی در این مناطق به وفور دیده میشه. دلیل عمدش هم همونطور که گفتم بحث فقره. مسئله زنان متاسفانه در این مناطق یه مقدار بیشتر خودشو نشون میده. من همچنان منتظر خانم ارشد هستم که اگر میشه یکی از دوستان باشون تماس بگیرن که کمکشون کنم وارد صفحه مهر و ماه بشن. با توجه به اینکه فقر عمده مسئله مناطق حاشیه نشینه، این فقر در زنان بیشتر خودشون نشون میده. طبق پژوهش هایی که توی مناطق حاشیه نشین هم صورت گرفته، اثری که فقر در این مناطق روی زنان گذاشته به مراتب بیشتر از مردانه. یعنی در واقع هم زنان هم کودکان آسیب پذیرترین قشری هستن که مردمی هستن که در مناطق حاشیه نشین از تبعات این حاشیه نشینی متاسفانه برخوردار میشن. متاسفانه برنامه‌ریزان شهری وقتی هم میخوان به مسائل مناطق حاشیه‌نشین بپردازن، از نقطه نظر فیزیکی و گسترش عمرانی و بهبود شرایط عمرانی بیشتر به اینها میپردازن تا اینکه بخوان مسائل اجتماعیش رو حل بکنن و همینطور به زنها در درجه چندم بها میدن. زنها رو معمولا منفعل، کمتوان و نیازمند حمایت و در با دادن بستای حمایتی فکر میکنن که دارن کمک میکنن به این زنان یا خانواده ها. و متاسفانه این فرصت هایی که زنها بهش دسترسی ندارن، این نابرابری و تبعیضی که نسبت به زنها روا داشته میشه، نمیتونن به موقعیت های اجتماعی مناسب دست پیدا کنن، بیشتر به واسطه فقر اقتصادیه که دارن. حالا من فکر میکنم که اگه دوستان وارد این بحث بشن، ما بتونیم از ابعاد مختلف بحث بکنیم. خانم ارشد قرار بود که در رابطه با تجربه زیسته از فرودستی زنان حاشیه‌نشین صحبت بکنه. خانم دکتر علمدار قرار بود که در رابطه با فرودستی مضاعف و قوانین خانواده و زنان حاشیه‌نشین صحبت بکنن. خب من فکر میکنم با خانم دکتر شروع بکنیم تا اینکه خانم ارشد هم تشریف آوردن. نه هنوز. خانم ارشد اگر به من ریکوست بدین، من میتونم درخواست شما رو اکسپت کنم. خانم ارشد تشریف آوردن ولی هنوز درخواستی من ازشون نمیبینم متاسفانه. خب خانم دکتر شما شروع بکنید تا اینکه خانم ارشد درخواست بدن که ما در بخش دوم از ایشون استفاده بکنیم. بفرمایید، در خدمتتون هستیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که وقت گذاشتن تشریف آوردن در این لایو شرکت کردن و سرکار خانم مهندس سباق و خانم استاد عزیزم خانم ارشد، که برای من افتخاریه که امشب در کنار این عزیزان باشم که همیشه جز زنان الهام بخش زندگی من بودن.
صحبتی که من امشب میخوام بکنم در رابطه با تقاطع جنسیت، فقر و قوانین خانواده در جامعه ما هستش. در یک نگاه کلی، مسئله که زیاد توی جامعه ما هر وقت که راجع به مسائل زنان صحبت میشه برجسته میشه به عنوان یک نقد، این هستش که ما اساساً در یک جامعه نابرابر داریم زندگی میکنیم. یعنی ما با تبعیض نسبت به اقلیت‌های قومیتی مواجه هستیم، با تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی مواجه هستیم، در حالی که در یک فقر لجام گسیخته با یک فقر لجام گسیخته توی جامعه مواجه هستیم. آیا تأکید بر مسائل زنان امر معقولی هست و آیا لازم هستش که توان اجتماعی گروه های مختلف روی مسئله زنان تمرکز بکنه؟ من امشب میخوام در این رابطه صحبت بکنم و شما رو با یک موقعیت خیالی پیش میبرم فرایند بحثم. ما تو جامعه زندگی میکنیم که قدرتمندترین گروه جامعه مردان جوان پولدار تهرانی هستن، یعنی کسانی که کمترین آسیب و از قوانین نابرابر و فرهنگ نامناسب و آسیب زننده میبینن و بیشترین توان رو برای مقاومت در برابر این آسیب ها دارن. تصور کنین همین مردان جوان پولدار تهرانی رو اگر سالمند بشن، مرد سالمند پولدار تهرانی با یه سری تبعیض‌هایی مواجه میشه و آسیب پذیرتر میشه به واسطه حالا قوانین حمایتی کمتری که وجود داره و حالا فرهنگ بدرفتاری که با سالمندان وجود داره و غیره. تصور کنین همین مرد اگر پولدار نباشه، همین مرد اگر مال یک اقلیت قومیتی باشه و نتونه حتی فارسی صحبت بکنه، همین مرد اگر مال یک اقلیت مذهبی باشه، هر کدوم اینها آسیب پذیرتر میشن و به واسطه این متغیرهایی که براشون تغییر میکنه، انتخابهایی که در جامعه دارن محدودتر میشه، توانایی کنششون کمتر میشه و میزان رنجی که از قوانین ناکارآمد و ناعادلانه میبرن بیشتره. تصور کنین حالا این ما با یک تقاطعی از این متغیرها مواجه باشیم، یعنی مردانی که فقیرن، اقلیت قومیتی هستن، اقلیت مذهبی هستن. حالا بیاین فکر کنیم چرا زنان مسئله است؟ چون زنانی که به طور خاص امشب میخواییم راجع به زنان حاشیه نشین صحبت بکنیم، فکر کنیم به تمام این متغیرها متغیر جنسیت فرودست اضافه بشه. زنان توی جامعه ما جنسیت فرودست دارن. طبق قانون ایران ماده 11.05 به صراحت رئیس خانواده مرده و ماده 11.80 پدر و جد پدری بر اولاد ولایت دارن. این در قانون ما صراحت داره و حالا تو بحث حضانت بهش ارجاع میدم. دوباره برگردیم به همون وضعیت خیالی که اول گفتیم. فکر کنین یک زن جوان پولدار تهرانی با یک مرد جوان پولدار تهرانی ازدواج بکنه و ازدواجشون به سرانجام نرسه. اگر مرد قصد جدایی داشته باشه و زن نخواد جدا بشه، مرد چه راهی در پیش داره؟ اگر زن از همه حقوقش استفاده بکنه و بخواد یک مقاومت تام و تمام در برابر این طلاق مرد داشته باشه، مرد تنها راهی که داره اینه که تمام حقوق مالی زوجه رو پرداخت بکنه در ایدئالترین شرایط دیگه و نهایت یک سال باید زمان بذاره اگر زن کاملا مقاومت بکنه. حالا فکر کنین وضعیت برعکس بشه، یعنی زن جوان پولدار تهرانی بخواد از همسرش جدا بشه و همسرش نخواد بهش حق طلاقش بده. اینها دو راه دارن. یه راه این هستش که همون زمان ازدواج حق طلاقو گرفته باشه خانم. اگر حق طلاقو گرفته باشه، ما با طلاق توافقی مواجه هستیم که حالا یا با مهریه میتونه باشه یا بی مهریه میتونه باشه. ولی اگر حق طلاقو نگرفته باشه، ببینید ما داریم راجع به زن جوان پولدار تهرانی صحبت میکنیم. این زن دو راه در پیش داره. یکی این هستش که دادخواست طلاق بده. توی ماده 11.33 قانون مدنی زن میتونه با وجود شرایط مقرر در مواد 11.19، 11.29، 11.30 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق بکنه. خب حالا این مواد چی هن؟ ماده 11.19 میگه طرفین عقد ازدواج میتونن هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشه در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر
انجام بدن. مثل اینکه شرط چه هرگاه شوهر زن دیگری بگیره یا در مدت معینی غایب بشه یا ترک انفاق بکنه یا بر علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری بکنه که زندگی رو غیر قابل تحمل بکنه، زن میتونه در صورت اثبات تحقق شرط در محکمه خودش رو مطلقه بکنه. این اثبات تحقق شرط مهمه، یعنی زن باید بتونه ثابت بکنه که این اتفاقها داره در زندگیش میفته. ماده 11 سی میگه در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشه میتونه تقاضای طلاق بکنه و این عسر و حرج باید در محکمه ثابت بشه. حالا خود مفهوم عسر و حرج در قانون ما یک مفهوم گسترده و مبهمی هست که کاملا ارجاع داده میشه به نظر قاضی، یعنی این قاضی هست که باید تشخیص بده که آیا این زن دچار عسر و حرج هست یا نه. و ماده 1129 هم میگه که اگر شوهر از دادن نفقه امتناع بکنه زن میتونه بره تقاضای طلاق بکنه. تمام این مواد بسته به این هستن که این شرایط رو زن بتونه در دادگاه اثبات بکنه که من باهاش مواجه هستم. داریم راجع به زن جوان پولدار تهرانی صحبت میکنیم، زنی که احتمالاً سواد داره، تحصیل کرده است، منابع مالی لازم برای اینکه وکیل بگیره رو داره، میتونه خودش تو اینترنت سرچ بکنه بفهمه که چی کار باید بکنه، سر و زبون داره، میتونه مثلا بره وقت دادگاه بگیره و همه اینها. این زن باید ثابت بکنه که مثلا شوهرم به من نفقه نمیده. فرایندش چجوری هستش؟ فرایندش این هستش که شکایت کمتر از 20 میلیون رو باید بره شورای حل اختلاف. شورای حل اختلاف یه 3-4 هفته زمان میبره تا ارجاعش بدن به کارشناس. بعد باید هزینه کارشناسی پرداخت بکنه. فکر کنین اگه این زن با متغیر فقر مواجه باشه و نتونه هزینه کارشناسی رو بده، قضیه همینجا قطع میشه، یا یعنی اینکه بعد احسار بده و چند هفته دیگه قضیهش طول بکشه. حالا کارشناسی میشه و بعد به مرد ابلاغ میشه و مرد میتونه اعتراض بده، احسار بده و بعد در نهایت ملزم میشه به پرداخت نفقه معوقه. سلام خانم ارشد. سلام و عرض ارادت. باشه. سلام خانم ارشد. ببخشید که اینطوری شد، منم نمیدونستم واقعا چرا، اصلا نمیومد از طرف شما. سپاسگزارتونم. مرسی. من جسارت که بخوام صحبتمو ادامه بدم، اگر اجازه بدین من صحبتمو قطع میکنم در خدمت خانم ارشد باشین. اصلا خوشحالم که دارم صحبتاتونو میشنم. من معذرت میخوام. قربان. باید نفقه معوقه رو به صورت اقساط پرداخت بکنه و بعد اگه نفقه جاری رو پرداخت نکرد، ببینید همه اینها شاید مثلا تا 6 ماه طول بکشه روند تا بخواد انجام بشه و این زن و مرد دوستان مشکل هستن با هم. ممکنه دوستان خوشبینی تو خانگی باشن، ممکنه که خانم علمدار ببخشید فکر کنم صدا یه مقدار داره میپیچه، نمیدونم الان بهتر، نمیدونم شاید چون 3 نفره شدیم اینطور شده، ولی الان صدا اکو داره. آره منم میشنوم که صدا اکو داره. الان ادامه بدم؟ بله بفرم. و اگه نفقه جاری پرداخت نشه مجددا شکایت بکنه و تمام اون پروسه تکرار میشه تا در نهایت شاید بتونه حکم جلب همسر رو بگیره. یعنی این پروسه به این شکل انجام میشه. این روندی هستش که فکر کنیم زنی که پولدار نباشه، حاشیه نشین باشه، اقلیت قومیتی باشه، زبان فارسی خوب نتونه صحبت کنه، تحقیق کاملا شوخیه. یعنی زنی این موارد رو داشته باشه عملا و عقلا نمیتونه این روند رو طی بکنه. خب حالا اگر این زن بتونه اثبات بکنه که نفقه‌مو پرداخت نمی‌کنن یا مسئله عسر و حرج، ما توی زنان همین زن جوان پولدار تهرانی مثلا موردی رو داشتم، من با یه وکیل صحبت می‌کردم، مرد با چاقو به زن حمله کرد و مثلا بهش آسیب زد و زن رو از خونه بیرون کرد در حالی که چاقو تو بدن زن بود. کسی که به ما پیام دادن که ما باید اسپیکرمون رو قطع کنیم تا صدای شما درست در بیاد.
بفرمایید. همسایه ها زن رو دیدن و خیلی مثلا چاقو توی گلوش بود و بردن بیمارستان. نشد. خب صدای منو داریم؟ بله صدای شما رو داریم. میخواین من نباشم دوتایی باشین صدا بهتر بشه؟ الان شما صحبت میکنی صدا نمیپیچه، وقتی خانم علمدار صحبت میکنم میپیچه. من اسپیکر ندارم، همونطور که الان صحبت میکردم هستم. میخوای من هنسفری بذارم؟ خب شما ادامه بدیم من هنسفری میذارم. خانوما در حالی که چاقو تو گلوش بود همسایه ها بردن بیمارستان و بعد با این رفتن برای دادگاه. قاضی پایین این پرونده این دادخواست نوشتش که قصر و حرج اثبات نشده، یعنی وکیل میگفتش که ما در حله بعد جنازه زن رو زمینه پرونده میکنیم، یعنی ما همین مورد رو داشتیم. من با یکی از مربوط کارها صحبت میکردم برای زن حاشیه نشین که مرد از مواد اعتیاد به مواد توهمزا داشت و خشونت خانگی خیلی شدیدی داشتن، چند بار پلیس وارد شد اینها، ولی زن نمیتونه طلاق بگیره و در نهایت هفته گذشته متاسفانه آقا دچار توهم شد و همسرش رو به قتل رسون، مادر خودش رو شدیداً زخمی کرد که مادر الان در آستانه مرکزش، دست برادر خودش رو قتل کرد. یک فردی که کاملاً برای خانواده خطرناک محسوب میشه نمیتونه از خانواده ترس بده، یعنی فرد نمیتونه، این زن نمیتونه از خودش در برابر این خشونتی که باهاش مواجه هستش دفاع بکنه. مثلا این راه درخواست طلاق از اعتداد دیگه، راه دیگه چیه؟ راه قانون در اختیار زن گذاشته مهریه است. مهریه تنها ابزاری هست که قانون مدنی ایران در اختیار زن گذاشته که با اون میتونه همسر رو تحت فشار قرار بده برای اینکه خانم بتونه... علمدار ببخشید من عذرخواهی میکنم، دوستان خیلی پیام میدن که صدا همچنان نویز داره، نمیدونم شما هم امکان استفاده از هنسفری دارین یا خانم ارشد؟ فکر کنم ما سه نفر باید از برای اینکه نویز نداشته باشیم از هنسفری استفاده کنیم، امتحان کنیم تا دوستان اذیت نشن، چون مثل که دوستان دارن اذیت میشن. اجازه بدین من ببینم که آره امتحان کنید. الان صدای من میاد؟ الان صدا دار. بله داریم. الان فکر کنم نویزی فعلا نیست خوشبختانه. خب فکر کنم خانم ارشد هم نزدن از هنسفری هم شما استفاده نکنید، نویز رفت. باش هر جور راحتی ادامه بدیم. راه دیگه اینه، راه دیگهش چیه اگر نخواد همین ابتدا درخواست طلاق بده؟ راه دیگهش این هستش که درخواست مهریه بده. خب مهریه ما تو طبقات ضعیف جامعه تا چه حد داریم؟ یعنی مرد فقیری که میاد با یک زن فقیر ازدواج میکنه بحث مهریه براش چقدر مطرحه؟ اینو بذارین کنار. اینکه مهریه تنها ابزاری هست که قانون مدنی ایران به زن داده برای اینکه بتونه مرد رو تحت فشار قرار بده یا حالا مثلا حقوق اقتصادی خودش رو استیفا بکنه، و مهریه تنها ابزار زن در جریان طلاقه. این مهریه رو چجوری میشه درخواست داد؟ دو راه داره. یکی این هستش که زن با مردی ازدواج کرده باشه که اموالی داشته باشه که قابل توقیف باشه، ماشینی داشته باشه، منزلی داشته باشه، گوشی موبایلی داشته باشه، یه چیزی داشته باشه، و این زن باید بره اجرای اسناد. روند اجرای اسناد چجوری هستش؟ الان اینطوری شده که باید توی سامانه درخواست زمان بکنه. از زن جوان پولدار تهرانی خارج بشیم،
زن حاشیه نشینه که تحصیل نکرده و امکان داره اصلا سواد نداشته باشه و فقیره، این چجوری میخواد تو سامانه اصلا چیزی ثبت بکنه و اصلا شوهرش انباری داره که توقیف بکنه یا نداره؟ اینو میذاریم کنار. باید بره دادگستری یا اصلا مهریه داره یا نداره؟ آره، فکر کنین مهریه داره، یعنی این روند حتی برای اون زن جوان پولدار تهرانی هم روند دشواریه، چون فاصله زمانی هایی که اجرای اسناد زمان میده خیلی طولانیه و ما داریم راجع به زن و شوهری صحبت میکنیم که از کنار هم بودن در خانواده اذیتن، میخوان جدا بشن و این خودش باعث میشه که مثلا نفس این که مرد بدونه که زن مهریهش رو اجرا گذاشته و دارن توی یه خونه زندگی میکنن خودش بستر تنشه و مثلا زن احتمالاً این دوره باید از خونه خارج بشه. ولی اگر زن از خونه خارج بشه ترک تمکینه و مرد میتونه مثلا به شکایت بکنه که این اصلا ترک تمکین کرده، بنابراین زن مجبوره به لحاظ قانونی توی اون خونه بمونه و خب همه اینها مسائل. حالا فکر کنین اصلا این زن فرودست باشه، فقیر باشه، اصلا خانواده ای نداشته باشه که بخواد مثلا بره پیش اونها زندگی بکنه و مرد معتاد باشه، کاملا خطرناکه، یعنی این زن دچار خطر جانیه ولی مجبوره که این شرایط رو داشته باشه چون قانون حمایتی وجود نداره. حالا این زن میره دادگستری، میره دادگستری شکایت میکنه و اینها، فکر کن تمام این مراحل رو بتونه انجام بده و باید هزینه کارشناسی بده، زن فقیر هزینه کارشناسی نمیتونه بده، باید اعصار بده، خودش 2-3 ماه شاید تا 6 ماه طول بکشه تا دادگاه وقت رسیدگی بده، مرد بیاد، مرد اعصار بده، همه این پروسه شاید به 1-2 سال طول بکشه. خب تا وقتی که مرد انقدر تحت فشار قرار بگیره که بخواد این زن رو طلاق بده، مرد باید بخواد زن رو طلاق بده، نخواد زن نمیتونه طلاق بگیره. خب حالا فکر کن مرده بخواد زن رو طلاق بده و این وسط بچه هایی باشن، بحث حضانت مطرح میشه. بحث حضانت رو ما خیلی چیز توی ماده 11 توی ماده 1169 داریم که اگر حضانت و نگهداری طفلی که ابوین اون از یکدیگر جدا شدن تا 7 سالگی با مادره و بعد از اون با پدره، اینو بذارین کنار بحث ولایت که اول بحث گفتم، و اصلا زن نمیتونه حضانت دائم داشته باشه چون ولایت سلب نشدنیه، به ذات به مرد داده شده. و ما توی ماده 1170 داریم که اگر مادری که در مدتی که حضانت طفل با اونه مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، این که توی قانون ما این دوتا کنار هم گذاشته شده، خودش جنون داره، هم حضانت با پدره، یعنی این مادر اگر میخواد بچه شو داشته باشه پس نباید ازدواج بکنه، این قانون صراحت قانون ماست. حالا ماده 1173 میگه هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل او صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، حضانت تحت محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. حالا این موارد مصادیقش چیه؟ اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، اشتهار به قمار، فساد اخلاقی، فحش، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی و سوء استفاده از طفل، تکدیگری، قاچاق، تکرار ضرب و جهر خارج از حد متعارف، همه اینها جزو مصادیقی هستش که میشه حضانت طفل رو گرفت. خب ما تا حالا داشتیم راجع به زن جوان پولدار تهرانی صحبت میکردیم، این زن رو بذاریم کنار، این زن رو در تقاطع فقر قرار بدیم، در حاشیه نشینی قرار بدین. زن حاشیه نشین چیه؟ احتمالاً اقلیت قومیتیه، از یک فرهنگ خود فرهنگی در یک خود فرهنگی داره زندگی میکنه، شاید اقلیت دینی باشه و همه اینها با هم چه وضعیتی رو ایجاد میکنه؟ وضعیتی که خب این زن مثلا ممکنه دچار کودک همسری باشه، قوانین ارث کمتری رو به اون تخصیص میده،
این زن میتونه وقتی که دچار خشونت خانگی شد مثلا به پلیس زنگ بزنه در یک مواردی که مثلا اتفاق میفته، پلیس میاد صورت جلسه میکنه، شکایت روند طولانی هستش و در نهایت این زن مثلا به خانه امن ارجاع داده میشه، ولی توی خانه امن مدت زمان طولانی زن رو نگه نمیدارن، زن مجبوره که برگرده به خونه همون آدمی که دچار خشونت خانگی هستش، یا مثلا دچار اعتیاد باشه همسرش. تو موارد اقتصادی این زن مثلا فقیره و حتی اگه ارثی بهش داده بشه احتمالا مثلا مردهای خانواده با همین استدلال فرهنگی که زن عقل معاش نداره، عقل اقتصادی نداره، تو توانای لازم برای اداره ارثی که شاید احتمالا بهت برسه رو نداری، همه این موارد در کنار هم این زن فقیر رو در یک چرخه فرودستی قرار میده. یعنی وقتی که ما داریم از این صحبت میکنیم که زنان اگر بخوان میتونن، بعد الگوهایی رو میسازیم توی جامعه که زن خواست و تونست، مثلا با بچه تونست این کار رو بکنه، با مثلا تحصیل کرد خودش رو کشید بالا، مثلا زن فقیری بود که کارآفرین شد، اینها این موارد رو بذاریم کنار، توی واقعیت زنی که توی تله فرودستی قرار گرفته و قوانین حمایتی براش وجود نداره، اینها فقط فشار مضاعفی براش وارد میکنه. این قوانین حمایتی لازمه خروج زنان از چرخه فرودستی هستش و ما وقتی که زن جوان پولدار تهرانیمون توی چنین چرخه‌ای قرار میگیره و مثلا توی یک خانواده نامناسبی قرار بگیره، کاملا میتونه موقعیت اجتماعی خودش رو از دست بده توسط همکارها. یعنی ما مصاحبه های زیادی رو در رابطه با طلاق داریم که فکر نمی‌کنم جای انکاری داشته باشه که طلاق برای زنان چقدر مسئله زا هستش. فکر کنین برای زنی که تو طبقه فرودست حاشیه نشین باشه اینها چقدر مسئله ساز هستش و ما نمیتونیم این بار رو به NGO ها تحمیل بکنیم و حالا مثلا به خیریه‌ها و غیره که شما مثلا زنان رو توانمند بکنین، زنان رو باسواد بکنین. اینها همه خوبه ولی نقش ساختارهای کلان جامعه رو انکار نمی‌کنه. این ساختارهای کلان تا وقتی که حمایت از زنان در دستور کارشون قرار نگیره، ما با همین چرخه فرودستی مواجه هستیم. خیلی تشکر میکنم از همه دوستانی که محبت کردن، گوش دادن و از اساتید بزرگوارم مهندس صباغ و استادم خانم ارشد جسارت کردم که صحبت کردم خدمتتون. خیلی ممنون خانم علمدار نازنین، به نکات خیلی خیلی خوبی اشاره کردین که من فکر میکنم اگه اشکال نداشته باشه این جنبندی ها رو میذاریم آخر سر، چون با حضور خانم ارشد نازنین ما دیگه اصلا جرات نمی کنیم حرف بزنیم، به خصوص در رابطه با اقشار فرودست و زنان که انقدر تجربه های زیسته مهمی دارن که میتونن الان در راستای همین صحبت هایی که شما در رابطه با تلاقی قانون با فرودستی مضاعف صحبت کردیم، نمونه های عینی که خودشون در دروازه غار مشاهده کردن. میدونم که خانم علمدارم به واسطه فعالیت که تو مهر و ماه دارن در رابطه با زنان فرهزاد هم تجربه های خیلی خوبی داشتن که حالا اگر فرصت بشه اونا رو میگن. خانم ارشد نازنین در خدمت شما هستیم، بفرمایید. من عذرخواهی میکنم که طول کشید تا شما بیاین ولی واقعا نمیومد درخواست. با درود فراوان بسیار خرسندم و سپاسگزارم از شما که این امکانو فراهم کردیم که من در کنار شما و خانم دکتر علمدار عزیز و نازنین باشم. درود فراوان دارم به دوستانی که تو جمع ما هستن. ببخشید صدام گرفته، من امروز از صبح خانه خورشید بودم و اینقدر دیر اومدم، ترافیک، صدام دورگ است. خیلی استفاده کردم خانم دکتر علم واقعیت های این که دقیقاً همینه. یعنی تا وقتی که اتفاقاتی مثل داشتن قوانین حمایتی برای زنان به اندازه کافی نباشه یا تا وقتی که این قوانین حمایتی برای کودکان نباشه، ما همچنان شاهد این مشکلات هستیم و خیلی مواقع ماها و سال به دنبال یک پرونده این و ممکنه که نتونیم اونو به ثمر برسونیم. دقیقا همینایی بود که با
خیلی بر من روشن و شفاف بود، برای اینکه همه ماها و یا دوستانی که تو گروه هستن اینو تجربه داریم. من میخواستم اینجوری شروع کنم که در گذشته در واقع زاغه نشینی یا حاشیه نشینی تقریبا مترادف بود با مثلا آلونک نشینی و یا محله هایی که افراد توهی دست زندگی میکردن بدون تفکیک این که اینا روستایی هن شهری هن یا مهاجر هن. تعریفی که ما داشتیم از حاشیه نشینی این گروه ها بودن، ولی امروز با ساخت و سازهای غیر استاندارد مناطق قدیمی شهر یا سکونتگاه‌های غیر رسمی بافت فرض اینا چیزایی که من واقعا دوست ندارم، برای اینکه همینا انگه، ولی واژه‌های دیگه نمیدونم که چی میتونیم جای اینا بذاریم. این مناطق دفاع شهری، مناطقی که واقعا زنان دشواری‌های بیشتری رو تجربه میکنن، مناطقی که احساس عدم امنیت توش بیشتره، جرائم روز بیشتری پیدا میکنه، اینها الان در واقع مناطقی هست از شهرهای بزرگ که زندگی در اونجا میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه و کیفیت زندگی شهروندان با تأکید بر زنان و فرزندان اونا دچار افت میشه، کاهش پیدا میکنه کیفیت زندگی و شرایط دشوارتر. انواع آسیب های اجتماعی که این مشکلات مسائل اجتماعی رو ایجاد کنه اگه بخوام نام ببرم خب خیلی زیاده. چیزی که در این مناطق خیلی زیاد میبینید این بیسازمانی اجتماعی. واقعیت اینه در دروازه آرگران یک بیسازمانی اجتماعی وجود داره. هیچ سازمانی پاسخگو در زمینه خاص نیست. هر کس بنا به دلایلی، بنا به موقعیت‌هایی میاد و یه اقدامات انجام میده و بدون اینکه هیچ پاسخگویی به هیچ جایی داشته باشه اونجا رو ترک میکنه میره. بنابراین گروه بعدی که سال بعد شش ماه بعد میدونه از فکر میکنه که اونه که میدونه داره چه اتفاقی میفته و فقط اون گروه هم که میتونن بهتر کار کنن. پاسخگویی به مردم، به نهادهای مردمی شما شاهدش نیستید. مثلا اتفاقاتی که میفته این مطالعات و این مداخلات یا کارهای پژوهشی هیچ جا نمیتونی بخونی و پیداشون بکنی. لااقل گروه بعدی یاد بگیره یا بدونه که از کدام زاویه باید ورود بکنه و چه کار میتونه بکنه. آن چیزی که مطالعات نشون میده اینه که دلایل حاشیه نشینی یا سکونت در یه همچین جاهایی واقعیت اینه که فقر. و این رو من طی سالهای طولانی که در دروازه غار هستم دیدم. طرف توی منطقه از شهر ساکن بود، به تدریج سالی که باید دوباره تمدید میکرد اجاره رو پولش نرسید و مجبور شد اونو صرف اجاره بکنه و بعد اون رو از دست داد. همینطوری رانده شد تا به یک مناطقی، محلاتی از شهر رسید که دیگه مناطق حاشیه است. این مشکلاتی رو که اونجا میبینیم خب فقره. فقر بیشتر از همه و روشنتر از همه اوچو نمایان میکنه. خرید و فروش مواد مخدر و محرکه، قماربازیه، کارتون خوابی، حضور و وجود سوء مصرف کنندگانی که شما الان در فرحزاد و کن و جاهای دیگه هم میبینین و چیزی که ما شاید تا چند وقت پیش، تا سال پیش، دو سال پیش، پنج سال پیش کمتر میدین. خب حالا داستان اینه که زندگی کردن در این مناطق یک ناکامی هایی داره، یک رشد نامناسب آسیب‌های اجتماعی هست که یعنی این آسیب‌ها در دوران کودکیه، در دوران نوجوانیه.
در خانواده هایی که این مشکلات وجود داره به دلیل گسستی که در خانواده اتفاق افتاد، اعتیاد، فقر، خانواده هایی که تعارض و درگیری اختلاف توشون زیاده. خب این اتفاقات علاوه بر اون شکاف اقتصادی که هست، تفاوت طبقاتی که وجود داره، محدودیت های حقوقی قانونی که شما بهش اشاره کردی خانم دکتر، بی عدالتی، نابرابری، جنگ. من تو بسیاری از زنان خانه خورشید کسانی بودن که در زمان جنگ ایران و عراق از در واقع بخش های جنوبی و غرب کشور آمدن تهران و خیلی هاشون توی اون خانه هایی توی هتل اینترنشنال بودن که نمیدونم حالا شما چقدر در جریان مشکلاتی که تو اون ساختمان و توی اون اتاق ها اتفاق افتاد وقتی اونا مجبور شدن خاکشون رو ترک کنن و بیان تهران اتفاق افتاد. خب یک بخشی از تنوع طلبی و تجمل خواهی که در یک بخشی از دختران جوان شهر میبینی، ازدواج زود هنگام، مشکلاتی که مشکلات زناشویی هست، مشکلات مسکن، نبود هر گونه مهارت اجتماعی و مهارت زندگی، یعنی در واقع اتفاقی که من هنوز امیدوارم که این اتفاق بیفته، با اینکه سالهاست که ازش صحبت میکنیم و انتظار داریم که کودکان و فرزندان ما، زنان، جوانها این آموزش رو به طور رسمی و در چندین دوره ببینن و بعد بتونن مجهز به این ابزار بخوان در قرن 21 زندگی بهتری داشته باشن. خب این که جوونا عشقهای نافرجام رو در نوجوانی و جوانی تجربه میکنن، خیلی از اینها احساس تعلق ندارن به دلیل نارضایتی ها، به دلیل که از شرایطی که دارن راضی نیستن و این نداشتن احساس تعلق، این نگرانی و ابهامی که در مورد آینده بچه ها وجود داره بهشون احساس بیارزشی، بهشون ناامیدی رو تلقین میکنه و همه اینا میتونه منجر به این بشه که اخلاق تو جامعه حداقل برسه، پایبندی به اصول اخلاقی، پایبندی به خرد جمعی میافتایی، همه اینا باعث میشه که آسیب های اجتماعی روز به روز افزایش پیدا بکنه. اما آنچه واقعیته اینه که آسیب های اجتماعی پدیده واقعی هستن، متغیرن و قانونمند و قابل کنترل و پیشگیری. یعنی اگر اینو باور داشته باشیم باید بشه کنترلش کرد، در حالی که ما سالها شاهدش این هستیم که اتفاق خوبی تو این زمینه نمیفته و نیفتاده. خب در بسیاری از جوامع یا همه جوامع جامعه شناسا معتقدن که ناهنجاری وجود داره، جرائم وجود داره، اما وقتی این نگران کننده است و احساس خطر میده که روز به روز در حال افزایش جدی میشه این ناهنجاری ها و گروه هایی رو درگیر میکنه که این خطر هست، برای اینکه یک زنگ رو به صدا در بیاره که با نیاز براش برنامه ریزی بشه. تجربه من به عنوان یه مددکار اجتماعی در این بخش زندگی کردن با این گروه ها که واقعا زندگی میکنن، فعالین مدنی یا داوطلب های مؤسسات با خانواده ها، اینه که بسیاری از این جوونا تبعیض و تفاوت رو از کودکی تجربه کردن و این حالا میشد که توی صحبت های شما هم دیده بشه که ما در قوانین هم اینو داریم. یعنی وقتی هنوز یه دختر در سن 9 سالگی مسئولیت کیفری داره و پسر 15 سالگی، این حتی اگر اون خانواده به این قانون از این قانون مطلع نباشه، اما رفتاری که با کودکان در خانواده میشه رفتار متفاوتیه. خیلی از خانمایی که در امروز در خانه خورشید هستن کاملا بین خودشون و برادری که اون موقع
سوء مصرف داشت تو خونه تفاوت رو میدیدن، یعنی همه خانواده بسیج میشن اون پسر رو نجات بدن، اما وقتی در دختر درگیر میشه میگه برو برو آبروی ما میره، بهتره نباشی. و خیلی اوقات وقتی صحبت از فرار دختران میشه من اصلا با این واژه موافق نیستم، اینقدر فشار هست که اون دختر مجبور خانه رو ترک کنه، یعنی یا ترکش میدن ترکش میکنن یا عملا اون مجبور میشه برای اینکه بخواد خونه رو ترک کنه. و بسیاری از اینا نمیدونستم بیرون پشت این دیوارهای خونه چی میگذره، فکر میکرد اگه بیاد دیگه از این همه تبعیض از این همه مشکلاتی که تو خانواده داره در ازای اینکه پدر مقروض به ساقی دختر رو میده به اون مردی که 45 سال 50 سالش همسن پدره، همه اینا. یا حتی وقتی که ما در خانواده‌هایی که خانواده‌های از نظر اجتماعی سالمن ولی فقیرن، خیلی اوقات دلشون میخواد که یک نونخور از سفره کم بشه، بهش میگم آخه این که خیلی بچه از آقه، چطور شد که تصمیم گرفتی شوهرش بدی؟ گفتم اینا 8 بچه 9 خب یکی که بره بالاخره یه ذره اوضاع بهتر. پس فقر یکی از اون مسائلی است که خیلی نقش مهمی داره در آسیب‌هایی که میتونن زنان ببینن، به خصوص با اشاره خوبی که شما کردین، دو زنانی که مرفه نیستن، زنانی که تحصیلاتی ندارن که بخوان، حتی اگر اینا رو دارن براشون کار نیست، یه واقعیته. خب فرهنگی که به خانه در خانواده‌های معمولی ایران رایجه، این که اگه دو تا بچه همسن قرار برن مدرسه، اون که پسره باید بره برای اینکه خواندن نوشتن و تحصیل مهمتره، و حالا این دختر اب نداره بالاخره ازدواج میکنه و میره. شما میدونین که تعداد دختران بازمانده از تحصیل نسبت به پسرها بیشتره، بنابراین این تبعیض و این تفاوت باعث میشه که بچه ها از همون کودکی احساس ناخوشایندی نسبت به خودشون داشته باشه. خب من خوشحالم که شما به مشکلات حقوقی و قانونی به درستی اشاره کردین، به مالکیت پدر، به اینکه این تفاوت ها چطور میتونه باشه. اینا در بزرگی هم همینه، یعنی وقتی ما شاهد اینیم که یک دختر جوانی که از خانه خورشید میره، یه خانومی با یه آقایی بیرون هست، وقتی دستگیر میکنن مواد تو کیف خانوم هست، کاندوم تو کیف خانومه، بنابراین پلیس خانومه رو میگیره، آقا رو میگه برو. الان مشکلاتی که زنان دارن برای دست چک، برای صدور چک، خیلی اوقات آقایون چک رو میگیرن و با همون سواد کمی که خانم داره بهش میگه اینو تو امضا کن، مشکلی پیش نمیاد، بعد این زنه که میره زندان. بنابراین نقش آموزش، نقش آگاهی دادن و نقش اینکه خانم ها تواناییاشون رو بشناسن، باورشون نسبت به خودشون تغییر بکنه، میتونه بسیار مؤثر باشه. در مورد اشتغال هم همینه. حالا اگر به هر دلیلی دختران جوان و زنان حاضرن با حقوقای اندک کار بکنن و قانع‌ترن، در این حال سالم‌ترن، خوش‌قول‌ترن و بهتر کار میکنن، خب در واقع اینا براشون محدودیت‌های زیادی هست. هم حقشون اینجا حداقل در کنار مردی که کار میکنه، و همین که بسیاری از مواقع وقتی اینا رو برای کار میفرستن، به خصوص گروه‌های که آسیب دیده اجتماعی هستن، اینا معمولا با تعرض مواجه میشن، معمولا با آزار مواجه میشن، و اینا چیزایی که بسیار ناخوشاینده. من تو میخوام به این اشاره کنم که اگه زنان در محلات تهیدست زباله جمع کنن، پیمانکار شهرداری ازشون نمیخره و میگه ما اجازه نداریم از زن زباله بخریم، تو زباله رو بفروش به یه آقایی، ما از اون میخریم. خب این باید ارزونتر بفروشه و اون آقا به اون قیمت بده. زنانی که تو این شرایط قرار میگیرن واقعا انتخابشون این نبوده. من همیشه به این تأکید دارم، کجا انتخابه یه انسان تو جامعه اینه که بخواد به این شکل زندگی بکنه؟ نمیدونم چقدر فرصت دارم، 5 دقیقه دیگه یا نه؟ نه بفرمایید، بله فرصت داری، راحت باشی خانم ارشد جان. مرسی مرسی.
بنابراین اینا مشکلاتی هست که دارن و هرگز انتخابی نیست. اگر یک زنی در هر شرایطی دست به رفتاری میزنه که دیگه هیچ جای دیگری، فکر دیگری، امکان دیگری وجود نداره، این خواسته اون زن نیست، این جبره، این انتخاب اون زن نیست. اینا چیزای مهمیه که باید بهش اشاره بکنیم. مثلا نداشتن بسیاری از زنانی رو که طی این سالها دیدم و فرزندانشون برگاهی هویتی ندارن، کسانی که برگاهی هویتی ندارن مشکلات بیشتری دارن، اونا فرزندانشون هم برگه هویتی ندارن. بنابراین این چه شهروندیه که در سال مثلا 1401 هنوز در این حالی که شهروند این مملکت هست اما هیچ جو به حساب نمیاد. بنابراین از سهام عدالت بی بهره است، از کارت ملی بی بهره است، از نمیدونم همین امکانی که هست یارانه هاشون بی بهره میمونن. خب وقتی حمایت های اجتماعی حد اقله، وقتی این زنان حتی در صورتی که شرایطشون رو بهتر میکنن، مثل زنی که اعتیاد داره و بعد رها میشه از اعتیاد، هنوز نمیتونه یه وام از سازمان بهزیستی با همه بحثایی که میشه، یعنی من ده یه این سال نتونستم حتی برای یک نفر وام مسکن یا وام اشتغال رو داشته باشم. خب خودشون که طبیعتاً محدودیت های بیشتری رو دارن. بنابراین درگیر شدن زنان که عملا هم درگیر هستن تو این حوزه ها میتونه مشکلات رو ایجاد کنه. خب من یک قوانین حمایتی رو انتظارمه که وجود داشته باشه، این که ما بتونیم مهارت های اجتماعی، همون 10 مهارتی رو که سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده، و اگر این رو، این امکان، این آموزش رو بدیم، فرزندان ما میتونن حل مسئله یاد بگیرن، احساساتشون رو کنترل کنن، مدیریت کنن، مهارت های ارتباطی رو یاد بگیرن، تصمیم گیری مناسب تری بکنن. خب معمولا اینا نیست، حتی وقتی که ما با یک طلاق رو به افزایش مواجهیم. بنابراین همسری رو بلد نیستن، بلد نیستیم، مادری رو بلد نیستیم. اگر اینها با همراه هم نباشه، یعنی پیشگیری سطح یک که همین آموزش مهارت هاست نباشه، پیشگیری سطح دو که حضور مددکار اجتماعی توی مدارس است که توی اون سرمنشأ و ابتدا ببینه کودکان چه مسائلی رو در خانواده دارن، اگر منزوی هن، اگر کودکان هستن که پرخاشگر هن، اگر در خانواده های زندگی می کنن که احساس امنیت ندارن، اگر ما پیشگیری یک و دو رو نداشته باشیم، اگر قوانین حمایتی رو نداشته باشیم، اگر این باور این که زنان میتونن در همین شرایط با تعهد، با اخلاق، با تخصصایی که دارن این برابری رو حس بکنن، همچنان این مشکلات رو خواهیم داشت. و فکر میکنم که وقتم به پایان رسیده، بنابراین منتظر میمونم ببینم اگر سوالی هست با کمال میل در خدمت. خیلی ممنون خانم ارشد نازنین، مثل همیشه اینقدر شیوا صحبت میکنین که من یکی خودم زمان رو فراموش میکنم. نکات خیلی خوبی رو شما اشاره کردین، اتفاقا در پیوند با صحبت‌های خانم دکتر علمدار به نظر من خیلی خوب به همدیگه تلاقی داشت. مسائل و آسیبای اجتماعی که توی مناطق حاشیه نشین به درستی همه رو شمردین، حتی به نظر من راهکارهای خیلی خوبی هم از لحاظ اینکه چه کار میشه کرد، مهارت‌های زندگی رو بتونیم آموزش بدن. حالا این بهترین حالتشه که در سطح مدارس بشه با حضور مددکارا، به خصوص حداقل در مدارسی که اطراف مناطق حاشیه نشین هستن اینها رو بتونن مددکار داشته باشن. جزء خواستهایی بوده که همیشه جامعه مدنی از نهادهای مسئول خواسته، ولی خب متاسفانه هیچ وقت جامعه عمل نپوشیده. و صحبت هایی که خانم دکتر علمدار به درستی در رابطه با ساختارهای کلان جامعه گفتن که حتی اگر بر فرض هم این بخش بحث توانمند سازی یا قدرتمند کردن زنان هم در مناطق حاشیه نشین مطرح بشه، تا زمانی که اون ساختارهای کلان به وظیفه خودشون انجام ندن، یعنی اون قسمت حل نشه، اینها به شکل ابتر خواهد بود. یعنی توقع این که واقعا یه حرکت درستی انجام بشه نخواهد داشت. ولی با این حال
مسئولیت ما سازمان های مردم نهاد رو کم نمی کنه که همچنان به بخش قدرت افزایی، قدرتمند کردن زنان تو بخش آموزش، آموزش مهارت های زندگی و حتی به لحاظ اقتصادی اگر بشه کمک کرد که خودشون توانمند بشن، به خاطر اینکه فقره که باعث میشه که اینها از فرصت ها استفاده نتونن بکنن، دسترسی به فرصت های برابر ندارن، تبعیض هست و با توانمند شدن خودشون قطعا فرصت های بهتری رو میتونن استفاده بکنن. خیلی ممنون از صحبت های شما دو بزرگوار. اگر نکته ای داریم بفرمایید، اگر نه که کامنت ها باز هست، دوستان اگر سوالی دارن مطرح بکنن که ما از مهمانان عزیز بخوایم که پاسخ بدن. خانم ارشد عزیز اگر شما تکمیلی صحبتی داریم بفرمایید، خانم دکتر علمدار عزیز شما هم همینطور اگر صحبت داریم بفرمایید تا اینکه من سوالی داشته باشم. البته در حینی که شما دو نفر صحبت میکردین، یکی دو تا در حد کامنت بود تا اینکه سوال باشه، نقش مهارت‌های زندگی رو گفتن که من تا دیدم که خانم ارشد عزیز خودشون اشاره کردن دیگه مطرحش نکردم. سوال دیگه ای رو من فعلا ندیدم، اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. من فکر کنم مسائل زنان انقدر بزرگ و پیچیده و در سطح وسیعی شامل حال همه زنان هست، وقتی ما میایم تو بخش حاشیه‌نشین مطرح میکنیم، این بحث این رو فرودستی مضاعف، بعضا حتی من خواستم بگم کاش یک صفتی علاوه بر مضاعف داشتیم که بگیم سه باره، چهار باره، نه دوباره، برای اینکه واقعا فرودستی در خصوص زنان تو مناطق حاشیه‌نشین با توجه به تجربه هایی که ما سازمان مردم نهاد داریم اینه که وحشتناکه، یعنی علاوه بر مضاعف شد براش کم باشه. خب من هنوز سوالی دریافت نکردم با اینکه کامنت ها بازه. خب ظاهرا سوالی از طرف دوستان نداریم. خب یکی از دوستان در مورد محرومیت و فرودستی چنگانه، بله بسیار عالیه، بهتر از مضاعف چنگانه. همینطور که ما میگیم فقر چند بودی چند بچی داریم، واقعا در مورد فرودستی هم این رو میتونیم بگیم که چنگانه. خب خانم ارشد عزیز، آیا خانه خورشید بسته خواهد شد؟ فکر کنم سوال زیادیه که اکثرا از شما خانم ارشد نازنین تو این چند روزه پرسیدن و خیلی فکر کنم جوابای زیادی هم دادیم، ولی باز با این حال با توجه به سوالی که هست اگر صلاح میدونین، لازم میدونین، میتونین این رو مطرح بکنین. آره خانه خورشید تقریبا دیگه در حال بسته شدنه. امروز هم باز برای جمع‌آوری یه سری، ببین این فقری که ازش صحبت میکنیم واقعا کمر مارم شکست. یعنی حالا دوستانی که در جمع هستن برای به اتفاقشون مزلو رو میشناسن، ما تو اون پله اول نیازهای اولیه مزلو، یعنی الان نیاز زنان و نیازی که مهاجرین افغانستانی دارن که به شکل گسترده و خیلی زیاد میان و خیلی از اینا شوهراشون یا دستگیر میشن یا رد مرز میکنن یا خیلی راستشون نمیگن، گرسنه و بی‌پناه و تنها و مشکلات خیلی پیچیده‌ای دارن. متاسفانه الان نیازهای اولیه است و دیگه نهادهای مدنی هم به خصوص وقتی توی حوزه توی محله یه چند تا نهاد مدنی هست، اینا بسیار آدم های باهوشی هستند، تقسیم بندی کردن، منظم میدونن هر روز باید به کجا سر بزنن و چه نیازهایی اعلام کنن که میخوان. بنابراین دیگه علاوه بر همه این مشکلاتی که همیشه بوده و حالا هم هست، پاسخگویی ها، جواب دادن ها و اعلام براءت کردن ها، در این حال این فقری که دیگه مانع از توانمند کردن، مانع از مهارت آموزی، یعنی هر کاری میکنی باز باید برمیگشتی رو این که شیر و خشک ندارن، غذا ندارن، آب ندارن، و این کارو بسیار سخت میکرد و یه جایی من احساس کردم شاید ما هم داریم به گسترش فقر کمک، یعنی باید بذاریم اونا راهکار خودشون پیدا کنن، این که بخوای وابسته بشن و همش بیان و اعلام نیاز کنن، این خیلی خیلی احساس خوبی نیست و مطمئنم که اونا راهشون رو خودشون پیدا کنن.
ممنونم خانم ارشد عزیز. چند تا سوال مطرح شده که حالا من مطرح میکنم، هر کدوم از دوستان خواستن جواب بدن. راهکارها برای تعامل با نهادهای مثل بهزیستی رو پرسیدن. سوال دیگه ای داریم که در رابطه با پژوهش‌های دانشگاهی، من فکر کنم یکی یکی جواب بدیم بعد بریم سوال بعدی رو من مطرح کنم. سوال اول اینه که راهکارهایی که برای تعامل با نهادهای مثل بهزیستی پیشنهاد دارین شامل چه راهکارهایی هست؟ من فکر کنم با توجه به اینکه شما خانم ارشد جان با بهزیستی ارتباط بیشتری داشتین، شما بهتر بتونین سوالو پاسخ بدین. سوالی که در رابطه با حوزه پژوهش‌های دانشگاهی چه کمکی میتونه بکنه، خانم دکتر علمدار اگر پاسخ بدن ممنون میشم. بفرمایید خانم ارشد جان. ببین، وقتی که وارد تعامل و صحبت میشه با یعنی تجربه من اینو میگه، با سازمان‌های دولتی، میتونم بگم من بسیار زیاد شاهد این بودم که تایید شدم بعد از اینکه مسئله مطرح کردم، در سطح وزیر، در سطح معاونین، کارشناسا، اما متاسفانه پشت میزایی که نشستن تاییدت میکنن و میگن قبول داریم، درسته. برای اینکه به قول امروزی ها دیگه ما در میدان کار میکنیم و کسی که در میدان کار میکنه خیلی خیلی اوریان، خیلی واقعی، خیلی شفاف مسائل رو میبینه. اما حتی تا خود وزیر گفتن نمیذارن و نمیشه، یا ما الان نمیتونیم. این باید توافق مثلا در سطح وزیر و معاون وزیر باشه برای اینکه بخواد این پروژه اجرا بشه. یعنی تصمیم گیری رو هرگز پایین نمیاد، برای که اون کارشناس با من در ارتباطه، با شما و با 10 تا مثل ما. بنابراین اگه ما همه داریم یک صحبتی رو و یک نیاز رو مطرح کنیم، انتظار اینه که اینا اینو به بالادستی ها و به بالادستی ها انتقال بدن و بخوان که، ولی اونا معمولا تصمیماشون رو گرفتن. حالا اگر در یه دوره دوست دارن عکسی بگیریم و لبخندی بزنیم، بگن نهادهای مدنی هم هستن، فعالین هم هست، ولی واقعیت اینه که تصمیماشون رو میگیرن. بنابراین میگم مثلا به ما مورد تاییدشونیم در وقتی تنهاییم، اما وقتی که تصمیم گیری میشه معمولا اونا تصمیمی رو میگیرن و میگه ما امسال قرار نیست هیچ کمپی اضافه کنیم، امسال قرار نیست ما DIC اضافه کنیم، امسال قرار نیست مهد کودک ال و بل بشه. بنابراین ارتباط به ظاهر بسیار خوبیه، قابل، یعنی خیلی با احترام، خیلی صمیمانه است، اما نتایج مناسبی معمولا نمی. من در تایید صحبت‌های شما خانم ارشد بگم که واقعا ما هم همچین تجربه‌ای داریم. یعنی تا دلتون بخواد جلسات مشترک برگزار میشه، دعوت به جلسات میشه، ولی در عمل اتفاقی نمی‌افته. همینی که شما میفرمایید، یعنی که انگار که اصلا قرار نیست، یعنی این جلسات نمایش چی هست ما هم نمیدونیم واقعا. خیلی وقت ما اصلا تصمیم میگیریم جلسات رو شرکت نکنیم، چون احساس میکنیم نکنه که فقط قراره که استفاده بشه، که بگن که نه این تصمیمی که گرفته شد در نشست مشترک مثلا با سازمانهای مردم نهاد بوده. اینه که واقعا نتیجه تا حالا حداقل اون جلساتی که من با نهادهای مثل حتی بهزیستی که باز به نظر من شنونده تر از بقیه نهادهای دولتی هستن، نتیجه بخش نبوده. ممنون. خانم دکتر علمدار، شما به این سوال پاسخ میدین که در چه حوزه‌ای پژوهش‌های دانشگاهی میتونه به این موضوع کمک بکنه، به خصوص در رابطه با مسائلی که خودتون اشاره کردید؟ من فکر میکنم مواجهه‌ای که ما با مسئله زنان در حال حاضر میتونیم داشته باشیم، باید دو تا ابزار رو استفاده بکنیم. یکی بحث آگاهی بخشیه، یکی بحث مطالبه گریه. این دوتا باید در کنار هم باشن. یعنی همین که شما فرمودین نقش NGO ها به واسطه این ناکارآمدی قوانین حمایتی ساختارهای کلان حذف نمیشه، ما باید تلاش بکنیم تا قشر آسیب پذیر جامعه رو و به طور کلی زنان جامعه رو، چون من خواستم حتما روی این تاکید بکنم که این مسائل صرفا زنان حاشیه نشین نیستش. وقتی ما در تقاطع متغیرهای مختلف قرار میگیریم، آن زنان آسیب پذیرتر میشن و یعنی تمام زنان جامعه ما از این قوانین دچار آسیب میشن.
این بحث آگاهی بخشی باید اتفاق بیفته و در کنارش حتما مطالبه گری باید باشه. حالا پژوهش‌های دانشگاهی چه نقشی میتونن داشته باشن؟ ما مسئله فهم و شناخت داریم توی جامعهمون. یعنی پژوهش‌های دانشگاهی برجسته‌ترین نقششون این هستش که به افرادی که صدا ندارن صدا بدن. پژوهشگر کسی هستش که از زبون خودش برای دیگران صدا نمی‌سازه. کاری که شاید مسئولین میکنن و همه این حرفایی که شما میزنین. پژوهشگر کسی هستش که وارد میدان میشه و گوش میده ببینه اون آدم داره چی فکر میکنه و صدای اونو بلندتر به جامعه منعکس میکنه. ما نیاز داریم که صدای زنان توی جامعهمون شنیده بشه، زنان در همه موقعیت هایی که هستن. و وقتی که ما داده های مکفی داشته باشیم که بتونیم به این جامعه آگاهی بخشی بکنیم که کودک همسری باعث ثبات ازدواج نمیشه، این یک فکت اشتباهه. اینو چجوری میشه بحث کرد؟ با نشون دادن مسائلی که توی زندگی کودک همسرها وجود داره. نرخ طلاق با کودک همسری کاهش پیدا نمیکنه. کاهش نرخ طلاق باعث بهبود زندگی مشترک نمی شود. این فکت ها رو ما چجوری میتونیم اثبات بکنیم؟ با انجام پژوهش های اجتماعی و حالا توی طبقات فرودستر. این که توانمندسازی چجوری میتونه اتفاق بیفته، لازمه همه اینها این هستش که ما صدای این آدم ها رو بشنویم و این کار پژوهشگره که اصلا نمیخواد شوآف بکنه. پژوهشگر میخواد بفهمه و اون چیزی که فهمیده رو به جامعه منتقل بکنه. اگر این آگاهی بخشی ها اتفاق بیفته و در کنارش مطالبه گری مبتنی بر آگاهی بخشی باشه، یعنی ما فکت هایی داشته باشیم که بگیم کودک همسری باعث ثبات زندگی مشترک نمی شود و با این فکت ها بخوایم اثبات میکنیم که پس ما مطالبمون اینه که جلوی کودک همسری گرفته بشه، این مطالبه گری هم مطالبه گری محکم تری میتونه باشه. پس بنابراین پژوهش اجتماعی نقش بسیار مهمی در تغییر وضعیت موجود داره. خیلی ممنون از توضیح مکفی و کاملتون. سوال بعدی رو من میخونم. خانم ارشد عزیز، میتونی شما به این سوال اگر جواب بدید، چقدر به نهادهای حاکمیتی میشه امیدوار بود برای بهبود اوضاع؟ سوال سختی. در اون سوال سختی. خب ببین، ما انتخاب های زیادی نداریم، بلکه بخوام ما این کاریه که باید انجام بدیم. یه موقعی یادمه که دوستان به من خیلی ایراد میگرفتن، همکاران، دوستان هیئت مدیری، که تو چقدر همه جا میری. گفتم آره من میرم تا این صدا رو برسونم. برحال مهم نیست، من اینو میدونم که ممکنه سالهای طولانی طول بکشه تا این باور در سیاستگزارا هم اتفاق بیفته و این تغییر رو ببین. بنابراین این کاری که از ما برمیاد، یعنی ما یکی از کاری که باید بکنیم همینه. ما هی میریم و این زنگ رو به صدا در میاریم، مسائل رو میگیم. من باور کنید بارها در طول ماه میشد که با معاونین زنان وزارتخونه های مختلف همینطوری عشق میرفتن و گوش میدادن و میگفتن مثلا من این کارا رو کردم، اما تا الان چیزایی که تو میگی من نشنیدم. من آدم با تجربه هستم، من کارای زیادی کردم و تا الان نشنیدم. چطور شد من اینا رو ندیدم؟ من میگم اینم یکی از وظایف ماست که چون خیلی ما بیپرده و روشن با گروه هدف در ارتباطی، یعنی معمولا اطلاعاتی که به ما میدن اطلاعات درستیه. من خیلی اوقات وقتی میخواست مداخلاتی انجام بشه در بازار، یه بار با آقای قالیباف گفتم آقای قالیباف ما الان اینجا 12-13 تا انجیوی و هر کدوم اگه 100-150 تا مراجع کننده داشته باشیم یا کسانی که میان با ما در ارتباطن، به شما میتونیم اطلاعاتی بدیم الان شرایط محله چیه؟ شما هم همین رو میخواین دیگه. خب این اطلاعات رو میتونین بگیرین که ما بگیم الان به چه دلائلی اوضاع چگونه است و اینا رو هم بر اساس پرونده هایی که داریم مصاحبه کنیم. چون دیگه معمولا ما به دلیل ارتباط زیاد میتونیم
بشناسیم و بتونیم بدونیم که اوضاع اون خانواده چگونه است و در واقع اوضاع محله چطوره. و من شخصا معتقدم که باید این تلاش رو بکنم. کار سختیه، اما باید رفت و هی گفت. شاید یک روزی یک جایی، و من این تغییرات رو که میبینم که این تلاش ما بیهوده نبود. در حوزه کودکان کار هیچ کدوم از اینا ایدئال نیست، اما بالاخره وقتی که این قانون حمایت از کودکان توسط قوه قضاییه نوشته میشه، 3-4 سال میمونه تو مجلس، 3 سال تو دولت، برای نشون میده که ما تونستیم یه تعدادی رو همراه بکنیم. برای اینکه چون این اتفاقات خیلی راحت نیست و طول میکشه و زمان میخواد، ولی امیدوارم که بهش توجه بکنن و به موقع این تغییر اتفاق بیفته قبل از اینکه از دست بره اون زمانی که وجود داره. خیلی موافقم با صحبتاتون خانم ارشد جان، به خاطر اینکه حقیقتش تجربه هم همین رو نشون میده. حالا شما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان رو مثال زدی، یا بحثی که در رابطه با ثبت نام کودکان اتباع، کودکان بدون مدرک، واقعا در اثر تلاشایی بود که سازمان‌های مردم نهاد کوتاه نیومدن. و همینطور که باز شما به درستی اشاره کردین، هستند تک و توک افرادی که واقعا تو همین نهادهای دولتی و چشمشون رو باز میکنه. حالا ممکنه که درجه تاثیر اونها به اندازه کافی نباشه که بتونن تاثیرگذار اثر اساسی بذارن، ولی به هر حال ما نباید ناامید باشیم. یعنی تنها نکته های که ما میتونیم اشاره بکنیم همینه که بریم جلو، چون این رفتن جلوی ما خودش بی اثر نبوده و نخواهد بود. اینه که به هر حال امیدوار خیلی زیاد نباشیم، ولی امیدوار باشیم، شاید بشه اینطوری جواب داد. خب یه سوال دیگه هم هستش که حالا این رو نمیدونم هر کدوم از شما دوستان خواستین پاسخ بدین. نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل و یونیسف و امثال هم چقدر توانایی برای کمک به بهبود اوضاع دارن؟ آیا اصلا تجربه موفقی در این زمینه داشتیم یا نه؟ حالا اگر فکر میکنید اصلا تجربه خانم ارشد از من خیلی بیشتره، من استفاده میکنم از من. خانم ارشد جان بفرم. ببینید سازمان های UN در ایران هر کدوم با یک وزارتخونه ای کار میکنن. مثلا یونیسف با آموزش پرورش الان بیشتر، UNODC با ستاد مبارزه مفت مقدره، UNHCR با وزارت کشور کار میکنه و معمولا اینا بدون موافقت وزارتخونه های مرتبط من ندیدم تا یک سالها کاری بکنن. اما در یک دورانی، مثلا دوره آقای خاتمی، واقعیت که یونیسف منعطف‌تر بود، بهتر پذیرا بود، آموزش بیشتری انجام می شد چه در UNODC چه در یونیسف. ولی بعدها وقتی شرایط در انتخابات بعد، در شرایط بعدی که ایجاد شد، اونها هم به نظر میاد که سیاستاشون به خاطر سیاستای جاری کشور تغییر کرد. یعنی الان من ندیدم اونا هیچ گونه مداخله‌ای خارج از وزارتخونه‌ای که باش کار بکنن داشته باشن. حتی برای جلسات آموزشی تک تک افرادی که قرار در دوره آموزش شرکت بکنن باید مورد تایید وزارتخونه مربوطه باشن. البته که آموزش ها بسیار بسیار کم شد نسبت به دهه 80 که خب خیلی بهتر بود. حتی اونا اساتید خارجی می آوردن و تجربیات مثلا خاورمیانه و یا کشورهای مشابه رو برای مسائل در اختیار قرار می دادن. آموزش های خوبی می داد یونیسف و در واقع کسانی رو تربیت می کرد که بتونن حقوق کودک آموزش بدن. ولی سال هاست که ما دیگه شاهده این اتفاقات متاسفانه نیستی و اونها با سازمان‌های دولتی با هم کار. کاملا درسته. اتفاقا جدیدن ما از طرف شبکه یاری هم حتی باشون تماس گرفتیم با یونیسف برای آموزش مدرس حقوق کودک. دقیقا همین صحبت بود که باید تایید بشن.
یعنی مستقیم خودشون نمیتونن مثل قدیم این دوره ها رو برگزار کنن به شکل آزاد. این محدودیت ها در مورد سازمان های بین المللی وجود داره. خب من نمیدونم، خب دوستان نظرهای خیلی خوبی هم دادن، واقعا هم تا بخواد نهادهای دولتی تاثیر ما بذاریم خون به جگر میکنن. درسته. خب من چیکار کنم؟ باید با دندون مصنوعی و اعصاب بیام که شما قبول کنید. یعنی هر بار میگفتم چقدر ما باید برید بیاید، چقدر باید کفش پاره کنیم، زانوهامون داغون شد توی پلا، ولی بازم من میام و بازم همین حرفا رو میزنم. یعنی همینه که سازمان‌های مردم نهاد راه دیگه ای ندارن، به خاطر همین یعنی جامعه مدنی خودش ابزاریه که صدای مردم باید به گوش مسئولین برسه. قرار نیست ما صدای اونها باشیم، خود مردم باید صداشون رسانده بشه، ولی ما باید ابزار این باشیم. خود مسئولین هم میدونن به واسطه کاری که ما ارتباط مستقیم با جامعه داریم، با جامعه هدفمون داریم، میدونن که ما بهتر لمس میکنیم مشکلاتو. برای همین خیلی وقتا اتفاقا استفاده میکنن از تجربیات و دانش ما، ولی تو اون جایی که باید توی برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها از ما استفاده بکنن، متاسفانه این اتفاق نمیفته یا باورمون ندارن. یه سوال دیگه هم شده خانم دکتر علمدار، اگر ممکنه شما اینو پاسخ بدین، آیا جامعه دانشگاهی و اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشکده‌های مرتبط در دانشگاه‌های مرجع کشور درک درستی از مسئله مطرح شده در بحث امشب رو دارن و توان مشارکت برای حل مشکلات رو دارن؟ در واقع وضعیت جامعه دانشگاهی به نسبت به آگاهی از این موضوعی که امشب داریم صحبت میکنیم به چه نحوه؟ من نماینده جامعه دانشگاهی نیستم، تجربه مستقل نیاز به فهم جامعه دانشگاهی. جامعه دانشگاهی خیلی مفهوم گسترده ای هست، من فکر کنم آدم خیلی غیر متواضع باشه که بتونه از منظر جامعه دانشگاهی صحبت بکنه، ولی قطعا در نظام دانشگاهی ما مسئله زنان در جامعه درک میشه. من از منظر جامعه علوم اجتماعی، حالا اساتیدی که باهاشون در ارتباط هستم، میتونم بگم که قطعا مسئله زنان مسئله هست که انقدر برجسته هست که کسی نمیتونه انکارش بکنه توی جامعه ما، مثل مسئله دیگهی که حالا وجود داره. این که فهمی وجود داره و توانمندی وجود داره، قطعا توانمندی وجود داره. ما اساتید خیلی قابل تحسینی توی جامعه علوم اجتماعی داریم. مسئله این هستش که آیا این توانمندی ها قرار متمرکز بشن در راستای مطالبه گری برای ایجاد تغییر در این جامعه نابرابر؟ این سوالی هستش که میشه مطرح کردش. و خب همونطور که شما فرمودین توی این ساختار کلان، خب اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی همه تعارض منافعی دارن با بیان مسائل ساختار کلانی که باهاش مواجه هستیم، و خیلی وقتا افراد نمیخوان منافع شخصی خودشونو در تعارض با اون وضعیت کلان جامعه قرار بدن و ترجیح میدن روی مسائل کمتر تنش‌زا متمرکز بشن. ولی خب ما در همین فضا اساتیدی داریم که به واسطه انتقادهایی که میکنن موقعیت خودشون از دست میدن، از دانشگاه اخراج میشن، ولی نمیپذیرن که صدای مردم واقعی جامعهشون نباشن. بنابراین در رابطه با توانمندی قطعا این جامعه توانمندیشو داره. در رابطه با درک، من فکر میکنم درک وجود داره، ولی انگیزه و اراده لازم برای مطالبه در تمام جامعه دانشگاهی متمرکز نشده و بنابراین ما با تغییری که قدرت دانشگاهی میتونه به جامعه اعمال بکنه هنوز مواجه نشدیم، ولی امیدوارم بشیم. امیدواریم، منم هم همینطور امیدوارم که بشیم. یه سوالم یکی از دوستان داشتن که من باشم اشاره کنم. بفرمایید خانم ارشد عزیز. خیلی مهمه خانم دکتر علمدار که ما پذیرای دانشجویان برای کار پژوهشی باشیم. دقیقاً. وقتیه توی نهاد مدنی من این سختی رو ولی با جان میخرید و هنوزم بهش معتقد. یعنی ببین، اگر بخواید به اون جوانی که میاد و علاقمند این کار بکنه کمک فکری بدی و به نوعی پیش بری که اون بتونه استادش رو راضی کنه که احساس خطر و نگرانی نکنه و با تغییراتی که
میتونه بین ما اون دانشجو و استادش باشه، این اتفاق میفته و چقدر خوبه. کاری ندارم به این که اون پژوهش ها همه تو کشوهای میز ته کتاب خونه داره خاک میخوره، ولی واقعیت اینه که میشه. یکی ما دشواره، باید وقت بذاری، باید انرژی بذاری، باید اون دانشجو اینقدر بیاد تو اون گروه هدف اونو بپذیره، اینا رو به هم نزدیک بکنی، اما هم اون دانشجو احساس رضایت میکنه از کاری که کرده و هم به نظر من دانشجوهای همکلاسیش روز دفاع از پایان‌نامه، همه اینا کارهای خوب کوچولو کوچولویی که اگه اتفاق بیفته وقتی در کنار هم قرار بگیره یک بازخورد خوبی میتونه ایجاد بکنه برای بقیه و اینو ما باید پذیرا باشیم. من بسیار از جوها میبینم بچه ها میان میگن ما 3 جا رفتیم، 2 جا رفتیم، آخر نذاشتن، حالا شما اجازه میدین؟ و من میگم آره، من با اشتیاق و خیلی هم خوشحالم. اگر ما بتونیم این کارو بکنیم و به اینا این راه رو بذاریم که اونا بیان تو نهادهای مدنی، چون به هر حال تو سازمانهای دولتی که نمیتونن خودشون به تنهایی برای اینکه وارد یک جامعه بشن کار راحتی نیست، بنابراین ما این امکانو با دستورشون قرار بدیم. من میخوام یه چیزی اضافه بکنم در ادامه صحبت خانم ارشد. من دیدم که یکی از دوستان کامنت گذاشته بود که چون به پژوهش اجتماعی اهمیت داده نمیشه آدم دل سرد میشه. ما انتخاب خودمونه، ما در ایران متولد شدیم، در همین وضعیت هستیم و 2 تا انتخاب داریم، میتونیم دل سرد بشیم، میتونیم دل سرد نشیم، انتخاب دیگه ای نداریم. همونطور که خانم ارشد گفتن، بله پژوهش‌های دانشگاهی وقتی انجام میشن توی کشورها خاک میخورن، ولی اتفاقی که من به عنوان یه پژوهشگر تجربه شخصی خودم اینه، من وقتی میرم تو حوزه زنان مطالعه میکنم، شاید اون سازمانی که براش این کارو کردم اهمیتی نده و تغییری توی قوانین کشور ایجاد نشه و به کتابم مجوز داده نشه، ولی میتونم توی 4 تا محفل بشینم و ادعا بکنم با صدای بلند که من بر اساس یک پژوهش دارم میگم که جامعه ما مثلا چنین وضعیتی داره، و فکر کنیم که این صداها تعدادش بیشتر بشه، یعنی تعداد بیشتری از پژوهشگران اجتماعی متخصصینی که صداهاشون قابل تأمل هست در محافل مختلف جامعه بنشینن و راجع به یافته‌های واقعیشون صحبت بکنن. من فهم کنم ما باید بپذیریم که همه تغییرات در طی یک فرایند اتفاق می افته. قرار نیست من وقتی یک مطالعه راجع به طلاق می کنم فردا در صحن علنی مجلس مثلا قانون طلاق تغییر بکنه. نه، این یک رویای خیلی کودکانه است. ولی قراره که اگر تعداد این پژوهش‌ها زیاد بشه و آدم‌هایی که دل سرد میشن تعدادشون کمتر بشه و آدم‌های بیشتری تلاش خودشون رو بکنن، در طی زمان ما با تغییراتی مواجه باشیم، کما اینکه تا همین الان هم تغییرات اندک ولی به هر حال بدون تغییر هم نبودیم اتفاق افتاده. بنابراین دل سرد شدن یا نشدن انتخاب خود ما. ممنون، کاملا درسته و ما جز اونایی هستیم که دل سرد نشدیم. اگر اینجا هستیم الان دلیل همین اینه که اعتماد داریم. و نکته درستیه که امیدوارم که سازمان‌های مردم نهاد جامعه مدنی، به خصوص اونهایی که توی محلات فرودست دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، این اجازه رو به پژوهشگران جوان بدن که از این فرصت استفاده بکنن که بتونن پژوهش‌های مناسبی در همین راستا انجام بدن. آخرین سوالی که من میبینم، یکی از دوستان پرسیدن که چجوری خارج از کشور میتونن با سازمان شما همکاری کنن یا حمایت کنن. نمیدونم، خب به هر حال اگر خانه خورشیدی که خانم ارشد بفرمایند در مورد مهرما که میتونیم به همین پیج قسمت روابطومی ارتباط داشته باشیم. خانم ارشد عزیز، شما اگر صحبت دارین در این رابطه بفرمایید. همین سوال سخت رو از من کردین. آخه دیگه به سازمان شما، من نمیدونم کدوم ساز میخواد که به خانه خورشید چجوری کمک کنه. اون رو از اون جاهایی که یکم تصمیم گیری سخته، ولی هرگاه که تونستیم یک راهکاری پیدا بکنیم، یه جوری وصل بشن به یکی از نهادهای داخلی، یک در واقع سازمان آموزشی، یک دانشگاهی که بتونه بپذیره، یا یک رابطه‌ای با انجمن‌های دیگه پیدا بکنن، به هر حال میشه براش راهکار پیدا کرد. ولی
خیلی راحت نیست و کسانی که در داخل ایران و در دانشگاه تحصیل میکنن این پیشنهاد دارن خب پذیرشش راحت تره، اما برای اونم بستگی به شرایطی که داره میشه تصویب گیری. کاملا درسته، خیلی ممنون. صحبت پایانی خانم ارشد عزیز شما، چون دیگه من سوال ندارم. اگر ممنونم از اینکه این امکان رو فراهم کردیم که من در کنار شما باشم و به مسئله زنانی که تجربیات دشوارتری رو دارن و در محلات و خانواده های امروز دختر جوانی برای من یک ویس گذاشت که از دخترانی هست که چندین سال قطع سوء مصرف کرده، شرایط خوبی داره، یه مدال قهرمانی گرفته، الان یکی از بهترین ماساژورها هست، برام نوشت که من و کسانی که مثل من بودن وقتی اومدم پلوتو ما بی صدا به دنیا آمدیم و تو تلاش کردی که ما صدا داشته باشیم و من خوشحالم که امروز اینجا ما از این حرفا. واقعیت اینه، این جوان به من گفت که ما بی صدا به دنیا میاییم در خانواده‌ای که هیچ صدایی ندارم. ممنونم که این امکان رو فراهم کردیم که ما به این بخش بپردازیم، سپاسگزارتونم و امیدوارم که شاهد شرایط بهتری برای زنان سرزمین باشیم. من از شما خیلی ممنونم، افتخار دادیم، برای ما افتخار بزرگی بود حضور شما، متشکرم. خانم دکتر علمدار عزیز شما هم صحبت پایانی دارید، بفرمایید. منم واقعا متشکرم هم از همه دوستانی که زحمت کشیدن تا این لحظه شرکت کردن و هم از شما خانم مهندس سباق عزیز که به من افتخار دادین، اجازه دادین که توی این وقت در خدمتتون باشم و از محضر استادم خانم ارشد استفاده بکنم. برای من واقعا افتخاری بود و من واقعا میخوام از شما دو تا بزرگوار تشکر بکنم، چون همین که در این جامعه حضور دارین و برای امثال من انقدر الهام بخش هستین، واقعا ازتون ممنونم و امیدوارم همینطوری پرتوان بتونین ادامه بدین به راهتون. من از شما ممنونم که همیشه دانش و تجربه خودتون رو خیلی راحت در اختیار میذارید. مرسی از هر دوی شما عزیزان، مرسی از دوستان عزیز که توی این بحث مشارکت داشتن، شنونده این مباحث بودن. امیدواریم که با همین بذر امیدی که داریم میکاریم بریم جلو. ممنون از حضور همتون، شب همه خود باشه. خدا حافظ شما. خدا حافظ.